خب فرض کنم که پیام به من پیام داد که بیشتر دوستان طرفدار این موضوع بودن، یعنی طرفدار مسئله اضطراب ها و چاره اندیشی برای اضطراب. خب به نظر میاد موضوع خوبی هم هست، برای همه ما کم و بیش میتونه سودمند باشه و من پذیرفتم که در این باب این سه جلسه باقی مونده را تا بازگشت آقای ملکیان اصلی در خدمت باشم. قبل از اینکه وارد بحث بشم دو تا نکته رو باید عرض بکنم. نکته اول اینه که بحثی که امروز درباره اضطراب من خواهم داشت مطلقا بحث اخلاقی نیست و بنابراین بحث این نیست که ما به لحاظ اخلاقی چه کارهایی باید بکنیم برای مثلا درمان اضطراب. اصلا بحث کاملا مصلحت اندیشانه است، یعنی پرودنشیاله، مثل پزشکی میمونه. یعنی در واقع بحث به جای اینکه در حوزه معرفتی اخلاق و فلسفه اخلاق و علم اخلاق قرار بگیره، در حوزه معرفتی روان درمانگری قرار میگیره. حتی باید دقیق ترش بکنم، در حوزه معرفتی پیشگیری روانی، نه روان درمانگری. یعنی پیشگیری برای اینکه ما به اضطراب دچار نشیم. حتی میخوام بگم یک کم از روان درمانگری هم باز مقدمه. یعنی آنچه که فیلسوفان و روانشناسان در طول تاریخ گفتن درباره این که اگر بخواهید نوعی پیشگیری بکنید از ابتلاء به اضطراب‌های مختلفی که براتون پیش میاد، به این نکات اگر توجه بکنید خب این اضطراب‌ها کمتر خواهد شد. این نکته اول. نکته دومی که میخواستم بگم اینه که این راه حل هایی که پیشنهاد میشه از طرف اونها و من در واقع سخنگوی اونها هستم که میگم، این پیشنهادها به هیچ گونه عقاید شما و جهان نگری شما بستگی نداره. یعنی شما جهان نگری دینی و مذهبی داشته باشید، جهان نگری ضد دینی و ضد مذهبی داشته باشید، جهان نگری غیر دینی داشته باشید، ماتریالیست باشید، اسپریچوالیست باشید، هر چه باشید، یعنی هیچ آموزه خاص جهان‌نگرانه ای درش مفروض گرفته نشده که شما بگید که خب اگر من این آموزه رو قبول نداشته باشم پس این راه حل برای من سودمند نخواهد بود. در واقع آموزه های عرفانی یا آموزه های دینی و مذهبی یا آموزه های فلسفی خاصی در اینجا مفروض گرفته نشده و پیش فرض و اصل موضوع ما نیست. نهایتش اینه که هر کدام از دوستان با هر گونه تفکری و هر گونه جهان نگری که دارد باید خودشون ببینن شهودشون این راه حل ها رو تأیید میکنه یا نه. هر کدام شهود خودتون راه حل رو تأیید کرد، خب شما میتونید راه حل رو بپذیرید و بهش التزام بورزید. هر کدومش هم دیدید که با شهود شما ناسازگاره، یعنی تمام وجودتون صدق این سخن رو گواهی نمی کنه. شهود وقتی میگم منظور اینه ها، در واقع وقتی میگم یه گزاره شهودیه، یعنی گزاره ایست که تمام وجود شما به صدقش گواهی میده، وجود شخص شما به صدقش گواهی میده. یعنی به گفته روانشناسان برای شما آها اکسپریانس پیش میاد، به گفته معرفت شناسان برای شما یه گزاره شهودیه. من شاید این مثال رو شما شنیده باشید از من، ممکنه شما در یک سخنرانی مثلا کسی یک ساعت و نیم سخنرانی کنه برای شما و ممکنه در این یک ساعت و نیم سخنرانی 10-12 هزار جمله از زبانش بیرون بیاد. خب بعضی از این جمله ها رو شما یقین دارید که فهمیدی، بعضی رو یقین دارید که نفهمیدید، بعضی رو نمیدونید آیا واقعا فهمیدید این جمله رو یا نفهمیدید. تو جمله های فهمیده هم بعضی رو یقین دارید که قبول دارید،
بعضی رو یقین دارید که قبول ندارید این جمله رو، بعضیش هم نمیدونید آیا باید قبول کنید جمله رو یا نه. اینا انواع و اقسام دارن. اما وسط این همه جملاتی که این سخنران میگه، یه وقت میبینید که یه جمله میگه که شما دستتون میزنید رو پاتون یا دستتون از رو پای بغل دستیتون توجه میکنید و میگید آی گفتی، آی گفتی، آی گفتی. یا مثلا قربون این لب و دهن برم. وقتی آدم مواجه میشه با یه همچین حالی، روانشناسان میگن با تجربه‌ای مواجه شده که بهش میگن آها اکسپریانس، یعنی تجربه آی گفتی، آی گفتی، آی گفتی. معرفت شناسان به اون حال روانی ما کاری ندارن، به خود اون گزاره نگاه میکنن و به اون گزاره میگن گزاره شهودی، یعنی گزاره‌ای که درست میخوره تو برجک وجود شما، واجه میکنیم، یعنی همچین میخوره تو خال. و از این نظرم شما هیچ وقت بعد از اتمام سخنرانی نمیرید به سخنران بگید آقا این گزاره‌ای که میگفتید رو دلیلش هم بیان کنید، با چه سندی میگفتید، مأخذتون چیه، منبعتون چیه. چرا؟ چون کل وجود شما داره داد میزنه که بابا این جمله صادقه. این جمله ها رو بهش میگن جمله های شهودی. البته ممکنه جمله‌ای که برای این خانم شهودیه برای اون آقا شهودی نباشه، جمله‌ای که برای اون خانم شهودیه برای اون خانم شهودی نباشه. ما آدمیان بخصی به عوامل مختلفی که شخصیت و منشمون میسازن و طبعا با هم متفاوت هم میکنن، گزاره های واحدی برامون شهودی نیستن. اما این خیلی 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 مهمه تو زندگی که آدم با گزاره های شهودیش مخالفت نورزه. اگر کتابی میخونید و یه بار وسط این کتاب به یه جمله‌ای برمیخورید که این درست میخوره تو برجک وجودتون و تمام وجودتون داره داد میزنه که این صادقه، این درسته، اینو بهش التزام ببرزید. که من یه سخنرانی همین تقریبا روزهای آخر سال 97 داشتم تحت عنوان تبدیل خیزا به جویبار، اونجا اهمیت این موضوع رو توی یک سخنرانی مفصل بیان کردم که چقدر مهمه که آدم با گزاره‌های شهودی خودش مخالفت نکنه. حالا غرضم اینه که اگر تو این راه‌هایی که الان من خدمتتون خواهم گفت، اگر در این راه‌ها شما یکی از این راه‌ها شهودی شد براتون، یعنی استنباطتون این بود که آره این واقعا درسته، این حرف درسته، اگر من واقعا این کار رو می‌کردم یا اگر این کار رو بکنم این جلوگیری میکرد یا جلوگیری میکنه از استرابه، خب اونو میتونید در پیش بگیرید. و اگر هم دیدید نه براتون شهودی نیست، به گفته خود شما جوانها براتون make sense نمیکنه، خوب باز به گفته شما جوانها ارتباط باش برقرار نمیکنید، خب اگر ارتباط باش برقرار نمیکنید make sense نمیکنه و اینا، که خب اون دیگه داستان دیگری داره و بنا هم نیست که همه اینا برای شما make sense بکنه، ممکنه بعضیش بکنه ممکنه بعضیش نکنه. من 30 تا در واقع راه حل رو یادداشت کردم که اینا در 33 جلسه خدمتتون خواهم گفت، استقرا کردم البته ممکنه تعداد از این هم بیشتر باشه، ولی اون چیزی که من توی سالها بهش برخوردم 30 تا راه حله که اینا هر کدامش برای شما واقعا شهودی بشه خب به دردتون میخوره، اگر شهودی نشد که ما را به خیر شما را به سلامت. حالا من اینا را خدمتتون عرض میکنم. تمام اینا در واقع به نوعی میخوان پیشگیری بکنن از اینکه استرابهای من افزایش پیدا بکنه و حتی میخوان چه بسا استرابهایی که تا الان دارم هم کاهش بدن. اولینش در واقع اون چیز که ازش تعبیر میکنیم به ساده زیستی، و ساده زیستی از روزی که به صورت یک ستایل آف لایف در اومد، یک سبک زندگی در اومد به دست دیمی ثورو، متفکر معروف آمریکایی قرن 19 هم نیمه دوم قرن 19 هم،
از اون زمان وقتی گفته میشه ساده زیستی، معنای دقیقی داره، نه صرف اون معنای مبهمی که قبلا هم گفته میشد در طول تاریخ. دیوید فرو و البته همه ترانسندنتالیست های آمریکایی مثل دوست نزدیک او، عرض کنم که مثل والت ویتمن شاعر معروف آمریکایی در همون زمان، مثل کسان دیگری از جمله متفکر معروفی که بعدها البته بیشتر معروف شد در انگلستان و خودشو تابع در واقع دیوید فرو میدونست که حالا خدمتتون خواهم گفت آرایش رو، اینا در واقع همشون معتقد بودن، ولی ابداع این سخن به دست دیوید فروه. دیوید فرو میگفت که ما در زندگی برای اینکه زندگی بهروزانه‌ای بکنیم، زندگی بهروزانه رو هم فعلا به صورت مبهم اینجور تعریف کنیم که بهترین طرز زندگی که از انسان ساخته است، فعلا اینو بگیم تا بعد روشن بکنیم که در ایران یعنی چه. میگه برای اینکه زندگی بهروزانه داشته باشیم، ما باید به ضروریات زندگی اکتفا بکنیم و دیگه به بیش از ضروریات زندگی رو نیاریم. هر چیزی که ضروری زندگی ماست این رو، یعنی هر چیزی که صاحب نظران مختلف گفتن که این مقدار رو اگر نداشته باشی زندگی کمن و کیفن به خطر میفته. اینو رو باید بگیم که شما دیده اید که الان مثلا متخصصان علوم تغذیه میگن که اگر تو جنسیتت این باشه، مثلا مذکر باشه یا مؤنث، و سنت این باشه و طول قدت این باشه و وزنت این باشه، با توجه به این چهار تا عامل میگن تو در طول شبانه روز این مقدار کالری نیاز داری، این مقدار پروتئین نیاز داری، این مقدار کلسیم نیاز داری، یاد میکنی، این مقدار ویتامین نیاز داری. مشخص میکنن، جدول های خیلی دقیقی تنظیم کردن برای اینکه تو این مقدار نیاز داری، اگر بیشتر از این مصرف کنی تا یه حدی داری زائد مصرف میکنی و از یه حدی بالاتر که اصلا داری به بدن خودت زیان میرسونی. دیوید فرو در نظرش بود که همین کار رو متخصصان دیگه در حوزه های بقیه ضروریات زندگی هم میتونن انجام بدن. یعنی در حوزه بقیه ضروریات زندگی هم میشه، همونطور که در باب خوراک و نوشاک این کار رو میکنیم، میشه عیناً در باب پوشاک، در باب مسکن، در باب خواب، در باب استراحت، در باب ارضای غریزه جنسی، در باب تفرج، میشه در باب این ضروریات زندگی هم متخصصان تعیین کنن. خود ثرو البته معلوماتش اجازه نمیداد چون حوزه کارش این نبود، ولی همیشه انتظارش این بود که صاحب نظران بتونن دست به دست هم بدن و برای همه ضروریات زندگی حد رو مشخص کنن و بگن که این حد اگر شما مصرف کنی دارید واقعا نیازهاتون رو برآورده میکنید، اگر بیشتر از این حد بخواید مصرف بکنید تا یه حدی دارید چیز زائد مصرف میکنید و از یه حدی که رفتید بالاتر که اصلا دارید درست در جهت عکس دیگه چیز زائد مصرف نمی کنید، چیز مضر دارید مصرف می کنید. خب اینه در واقع ایشون بهش می گفت که ضروریات زندگی. تمام بحث فرو این بود که من وقتی میگم به قدر ضروریات زندگی باید اکتفا کرد و انسان از آنچه که هستی در اختیارش میتونه بگذاره باید به قدر ضرورت و به وقت ضرورت اکتفا کنه، نه به انگیزه های دیگری که قبلا در طول تاریخ گفته میشد. خب میدونید که انگیزه های دیگری هم برای طرح ساده زیستی وجود داشت در طول تاریخ. مثلا میگفتن ساده زیست باشید تا بتونید مازاد درآمد خودت رو به فقرا بدید، به مستمندان بدید،
یعنی یک نوع فقر ارادی در پیش بگیرید تا بدید بتونید به اونایی که فقر غیر ارادی دارند، یعنی فقر اضطراری و به ناچار دارند، بتونید به اونا کمک بکنید. اینو میگفتن دیگه. دیوید ثورو به این گونه عرض کنم که توجیهات کار نداشت. دیوید ثورو به این کار داشت که اگر ما با ضروریات زندگی کار بکنیم، اکتفا بکنیم به ضروریات زندگی، اون وقت مقدار وقتی که باید برای کسب درآمد در شبانه روز صرف بکنیم خیلی پایین میاد. او که البته مشخص میکرد 3 ساعت، میگفت هیچ انسانی نیست که بیشتر از 3 ساعت در شبانه روز نیاز به کار داشته باشه اگر به ضروریات زندگیش بخواد اکتفا بکنه. اون وقت او میگفت که اضافه بر این 3 ساعت رو شما میتونید صرف کار دوم و سومی که تو زندگیتون باید بکنید بکنید. بنابراین او در واقع فلسفه ساده زیستی که عرضه می کرد این بود که این ساده زیستی سبب میشه که شما 3 ساعت مثلا، چیزی کمتر یا بیشتر از این، در شبانه روز صرف درآمد بکنی، یعنی صرف شغل حرفتون بکنی و بپردازید به اون دوتا کار خیلی مهمتر تو زندگی، یکی علقه پردازی ها و یکی رایگان بخشی ها. اما اگر بنا باشه که من بخوام زندگی رو از حد ساده زیستی ببرمش بالاتر و برم به طرف زندگی مثلا مرفهانه، متجملانه، اشرافی، خب این پولی که نیاز دارم برای اون زندگی مرفهانه یا متجملانه یا اشرافی رو که مجانا کسی در اختیار من نمیذاره، برای اینکه اون پول رو به دست بیارم باید وقتم رو در اداره بگذرونم، وقتم رو در شغل و حرفه خودم بگذرونم. اون وقت اونقدر وقت من در شغل و حرفم میگذره که اصلا به هدف دوم و سوم زندگیم نمیرسم، چون ما 3 نوع فعالیت در عمرمون میکنیم. یک سلسله فعالیت میکنیم برای درآمدزایی که اونا رو بهش میگن شغل و حرفه، اما 2 قسم فعالیت دیگه بود زندگی مواد بکنیم، یکی علقه پردازی ها که خیلی مهم منظر دیوید ثورو و یکی هم رایگان بخشی ها. وقتی میگفت شما اگر بخواید زندگیتون متجملانه باشه اونقدر باید نیاز به پول پیدا میکنید که وقت باید تمام ساعات بیداری شبانه روزتون رو کار بکنید برای اینکه پولشو به دست بیارید. خب وقتی این کار میکنید پول به دست میارید، اون وقت دیگه نمیتونید بپردازید به رایگان بخشی هاتون و نمیتونید بپردازید به علقه پردازی هاتون. او به این جهت میگفت، توجه میکنید. و اینه که تمام تأکیدش بر این بود که ما این ساده زیستی را در پیش بگیریم برای اینکه به اون هدف برسیم. اگر دقت بکنی این هدف، اون هدف اجتماعی که دیگران میگفتن، توجه میکنی نیست، بیشتر هدفی است که در واقع به سود خود منه، یعنی خود من دارم سود میبرم اگر به ضروریات زندگی اکتفا کنم. اگر به ضروریات زندگی اکتفا کنم عیب بدنم وارد نمیشه، چون گفتیم ضروریات زندگی رو باید داشته باشم، به جسمم چیز عیبی وارد نمیشه، به ذهنم عیبی وارد نمیشه، به روانم عیبی وارد نمیشه، اما در این حال یه وقت عظیمی پیدا میکنم برای رشد شخصی خودم، که رشد شخصی خودم با 2 تا کار صورت میگیره، یکی با علقه پردازی ها و یکی هم با رایگان بخشی ها. خب اون به این جهت میگه. اما یک بحث دیگه وجود داره و اونه که کسانی که این جنبش رو پی گرفتن از اوائل قرن 20، یعنی جنبش ساده زیستی که مرکزش در آمریکا بود و بعد دیگه در سراسر جهان گسترش پیدا کرد، اینا دیگه بعدها حوزه سخن خودشون از خود دیوید ثورو هم گسترده تر کردن و گفتن فقط مسئله این نیست که من میتونم به علقه پردازی های خودم بها بدم و میتونم به رایگان بخشی های خودم بها بدم، مهم اینه که وقتی من ساده زیست نیستم مشکلات دیگری هم برای خودم پیش میارم، یکیش اضطرابه، یکیش همین اضطرابه که محل بحث ماست. چرا؟ چون وقتی که من بخوام بیشتر از ضروریات زندگیم داشته باشم، وقت طبعا من باید به بسیاری از کارها تن بدهم که با آرمانهای خودم سازگار نیست. ببینید اگر مثال بزنم، ها فرض میکنم اگر من روزی 20 دلار خرج داشته باشم، مثال دارم میزنم، من به هر کاری تن نمیدم،
تو کارها دست به گزینش میزنم اون کاری که با آرمانهای خودم کاملا سازگار. اما اگه به جای روزی 20 دلار من به روزی 200 دلار نیاز داشته باشم، دیگه میزان گزینشم خیلی چی میشه؟ کمتر و کمتر و کمتر میشه. دیگه من اگه بخوام روزی 200 دلار درآمد داشته باشم، دیگه خیلی کارها هست که باید بپذیرم، قبول بکنم به خاطر که 200 دلار فراهم بشه و اون کارها با آرمانهای من ممکنه سازگار نباشه، یا با آرمانهای اخلاقی من سازگار نباشه، یا با آرمانهای روانی من و یا با آرمانهای اجتماعی من سازگار نباشه. وقتی من فقط روزی 20 دلار خرج دارم، بعد از میان 300 تا کار یکی رو انتخاب کنم. خب در میان 300 تا کار میتونم یک کار رو انتخاب بکنم که با آرمانهای اخلاقی و روانی و اجتماعی ناسازگار نباشه. اما وقتی که بنا باشه روزی 200 دلار، این 300 تا میشه 20 تا کار. بعدا دیگه تو 20 کار دیگه نمیتونه اون وسواس ها رو به خرج بده و بگه من آرمان هام رو باید معیار قرار بدم. خب باید به هر کاری تن بده. بنابراین اول اثرش این میشه که تو از آرمان های خودت فاصله میگیری. و آرمان ها فاصله گرفتن همان و شخصیت آدم شخصیت اضطرابی میشه. چرا؟ چون وقتی واقع زندگی چیزیه و آرمان های زندگی چیز دیگرن، آدم دستخوش اضطراب میشه، دیگه بیقراره، قرار نداره، دیگه آرامش نداره. این یکی. اما چیز دومی هم وجود داره. این چیز اول که میگفتیم در راه کسب اون ثروت بود، اما چیز دوم در باب حفظ اون ثروته. خب وقتی من بیش از حد ضروریات زندگیم دارم، یعنی چیزهایی دارم که بهش نیاز ندارم، اما خب به هر حال باید حفظش بکنم دیگه. برای حفظ شدن اون چیزها من به خیلی عوامل بستگی دارم که در اختیار خودم نیستند. یعنی برای اینکه اموال من از دست دزد مسون بمونه، من به خیلی چیزها در جامعه نیاز دارم که اینا تحت کنترل من نیستند، تحت ضبط و مهار من نیستند. درسته؟ من نیاز به یه پلیس وظیفه شناس دارم، نیاز به یه جامعه خیلی دارای امنیت بالا دارم که اینا در اختیار خود من نیست. درسته؟ من برای اینکه اون ثروتم باقی بمونه، باید دلنگران بالا پایین شدن قیمت ارزم باشم، باید دلنگران تجارت جهانی هم باشم، دلنگران همه اینها باشم. خب اینا چیزایی هستند که در اختیار من فرد نیست. در واقع حفظ شدن ثروت من بستگی به دست به دست هم دادن عوامل متعددی داره که اون عوامل متعددی هیچ کدام در ید اختیار من نیست. وقتی در ید اختیار من نیست، من فقط واکنش طبیعیم چی خواهد بود؟ فقط اضطراب، فقط مضطربم، چون کاری که از دست خودم ساخته نیست. بنابراین من باید دقت بکنم که قوه قضایی من اهل رشوه نباشه، پلیس های من اهل رشوه نباشه، پلیس های وظیفه شناسی باشن، مناسبات اجتماعی جوری باشه که امنیت و جامعه برقرار باشه، قوانین جوری وضع بشن که وقتی ثروت من با یک تبصره‌ای تو قانون که بعض میشه کل ثروت من برباد نره. ببینید چقدر عوامل بیرون از اختیار من باید دست به دست هم بدن تا این ثروت محفوظ بمونه. و چون بیرون از اختیار منن، من هیچ کار در قبالشون نمیتونم بکنم جز اینکه استراب پیدا کنم و دائما استراب بر روی استراب، استراب بر روی استراب و همینطور استراب بر روی استراب. برای اینکه اموری هست که در عین اینکه سرنوشت من بازبسته اونهاست و متوقف بر اونهاست، اما در ید اختیار خودم هم نیستن. هم میتونن تأثیر منفی رو زندگیم بگذارن، هم جلو این تأثیر منفی رو خودم نمیتونم بگیرم. کافیه جامعه من یک مشکل نهادی پیدا کنه، خب من ثروتم رو در معرض از دست رفتن میبینم. حالا یه وقتی بود فقط دزدی بود که میتونه ثروت من از من بگیره، یادتون میکنید تا 100 سال پیش اون چیزی که ثروت شما رو از دست شما میگرفت دزدی بود که شب بیان تو خونتون ببرن. اما الان دیگه احتیاج به دزدم نیست. الان بسیاری تصمیم گیری ها در سطح جهانی میتونه صورت بگیره که تو این تصمیم گیر رو اصلا چهرهشو ندیده ای، نمیشناسیش کیه، اصلا نمیدونی کجا باید گریبان کی رو بگیری، یه هویت ناشناخته، یه مرموز نامرئی، ولی یه تصمیم بگیره، تو یک شب ورشکستی، یک شب بیچاره‌ای.
بنابراین به این دو جهت من اضطراب پیدا میکنم وقتی بیشتر از حد ضروریات زندگیم دارم. یکی به جهت این که برای کسب اون درآمدی که این زندگی رو تامین میکنه باید به کارهایی تن بدم که با آرمانهای روانیم یا آرمانهای اخلاقیم یا آرمانهای اجتماعیم سازگار نیست، توجه میکنید؟ و یکی هم این که من برای حفظ اون ثروتم نیاز دارم به این. اما حالا فرض کنید که شما مثلا دعای حضرت مسیح در حقتون مستجاب میشد که خدای نان هر روز من رو همان روز بده. خب همون روز که بهتون دن نون رو میخوردید مصرف میکردید، یک کس نمیتونست تصمیم بگیره که نوناتون از دستتون بره، چون نونی که خورده بودید که دیگه. و اگر فردا هم نونتون به دستتون میرسید همون روز و شما نون اندوخته نداشتید، نون اندوخته رو میتونه تصمیمات دیگران از بین ببره، دوز میتونه ببره. نونی که نیندوخته است که از بین نمیره. و به همین ترتیب در باب هر چیز دیگری. بنابراین جنبش ساده زیستی که رسما در 1924 پایه‌گذاری شده در آمریکا، بحثش رو از خود سخن خود ثورو فراتر برد و گفت فقط مسئله علقه پردازی ها نیست و فقط مسئله رایان بخشی نیست. ما اگر ساده زندگی نکنیم خودمون رو یک نقطه ضعف به خودمون وارد کردیم و اونی که یک مرکز پایدار استراب در درون خودمون ایجاد کرده ایم. شما الان تو زندگی خودتون الان میبینید دیگه، ما ایرانی هم اصلا خوب اینه احساس میکنیم که آدم وقتی که ثروتی داشته باشه بیشتر از حد ضرورتش، اون وقت همیشه باید دلنگران این باشه که کی چه تصمیم میگیره، چه قیام و قعودی که میکنه، کی با کی عرض کنم که دشمنی داره، کی با کی دوستی داره، چون همه اینا میتونه زندگی من رو دستخوش یه تغییراتی بکنه که مطلقای تغییرات به سود من نیست، به منفعت من نیست و به مصلحت من نیست. خب این یکی. بنابراین در واقع با ضروریات زندگی ساختن، این باعث میشه که شما استراب ازتون از دست میره، نه برای کسبش و نه برای حفظ ثروتتون استراب ندارید، چون کسب ثروتتون با آرمانهاتون ناسازگار نیست و حفظ ثروتتون هم شما را تخته بند یک سلسله عواملی که اصلا در اختیار خودتون نیست نمیکنه. این که اول. نکته دومی که بعد از ساده زیستی گفته میشه همون چیز که ازش تعبیر میکنن به این که شما مقایسه نظری و مسابقه عملی رو در ذهن خودتون با دیگران تعطیل کنید. خب ما معمولا مشکلمون اینه دیگه، مشکلمون اینه که همیشه در مقام نظر، یعنی تو عالم ذهنمون، همیشه خودمون رو داریم با دیگران مقایسه میکنیم و در مقام عمل هم خودمون رو در حال مسابقه با دیگران میبینیم. خب این مقایسه نظری و این مسابقه عملی، خب نتیجهش استرابه. دیدید که ما هممون معمولا در این هفت چیزی که میدان مسابقه و مقایسه اجتماعی، ما همیشه داریم خودمون رو با دیگران در یکی از این هفت چیز، دو تا از این هفت چیز، این تا از این هفت چیز در واقع مقایسه میکنیم و مسابقه میدیم با دیگران. یعنی یا در ثروت یا در شهرت یا در قدرت یا در احترام یا در آبرو یا در محبوبیت و یا در علم، علم دانشگاهی، علم اکادمیک، خودم رو دارم با دیگران مقایسه میکنم و عملا هم خودم رو در حال مسابقه با دیگران. خب مقایسه خود با دیگران نظرن و مسابقه خود با دیگران عملن در این هفته، این استراب آوره. ما اکثر استراب هایی که مخصوصا در جوامع مثل جوامع ما پیش میاد بیشتر به خاطر همین نکته ایست که الان عرض میکنم. ما مقایسه میکنیم خودمون رو با دیگران. خب این مقایسه اولا از لحاظ منطقی عیب و ایراد داره، که به عیب و ایراد منطقیش نمیخوام بپردازم که چرا اصلا این مقایسه خودش منطقا یک مقالطه نهفته در خودش وجود داره، توجه میکنی؟ اما من به اونش کار ندارم، که اون مشکل نظری است که این نوع مسابقه ها و مقایسه ها داره. به لحاظ منطقی اجمالش هم همینه که مقایسه و مسابقه وقتی منطقا درسته که در آغاز مسابقه
همه در یک خط ایستاده باشند، اما مسابقه ای که در آغاز مسابقه همه در یک خط نایستادند و یکی اینجا ایستاده، یکی یک کیلومتر جلوتر، یکی 10 کیلومتر عقبتر، این اصلا به لحاظ نظری مسابقه نیست. خب حالا اون دیگه نمیخوام وارد بحثش بشم چون دور میشم از بحث، اما به لحاظ عملی مشکلش اینه که شما در این مقایسه ها همیشه کسی هست که جلوتر از شماست و شما باید پای او برسید. توجه کنید، به خاطر این که همیشه کسی هست که علمش از شما بیشتر. شما نمیتونید بگید من به یه جایی میرسم که دیگه کسی از من جلو نمیتونه بزنه. همیشه کسی هست که از ثروتش از شما بیشتره، همیشه کسی هست که شهرتش از شما بیشتره. بزرگترین مشکلی که این مقایسه ها و مسابقه ها پدید میاره اینه که مرا نای ایستادن ازم میگیره. من باید دائما تو زندگی بدوم، هیچ وقت نمیتونم استراحت کنم بگم خب رسیدم به اونجایی که باید برسم دیگه. توجه میکنی؟ خب اگر مسابقه ها تو عالم ورزش هم اینجوری بود که خب اون آخر فقط لاشه های ورزشکاران میافتاد، اما مسابقه یه جایی تمام میشه، ولی این مسابقه ها و مقایسه ها هیچ وقت تموم نمیشن، چون هر چقدر من از لحاظ ثروت، از لحاظ شهرت، از لحاظ قدرت سیاسی و از لحاظ احترام، از لحاظ آبرو، از لحاظ محبوبیت، از لحاظ علم دانشگاهی توجه میکنید، من نوبلیستم که بشم میتونه کسی بیاد از من جلو بزنه و کاری بکنه که اصلا من به فراموشی سپرده بشم. انات میکنید؟ خب بنابراین شما هیچ وقتی متوقف نیستید. توجه میکنید؟ همیشه باید بدوید، همیشه باید بدوید. هر چقدر هم پشت سرتون نگاه بکنید و ببینید خیلی ها پشت سرتون دارن میان و نالان نالان، عوضش کسانی هم جلوتون هستن که دارن چابک و تیز میدن برن. توجه میکنید؟ و شما دائما اونا رو که جلوی روتون هستن جلوی روتون میبینید. اینجور نیست که آدم بگه خب توی مسابقه وقتی برمیگردم میبینم 1000 نفر پشت سرم هستن، این خودش به من یه سکون و آرامشی میده. نه، اون 1000 کس که پشت سر شما هستن از اهمیت ساقطن در نظر شما. در نظر شما کسانی اهمیت دارن که جلوتون دارن میدون، نه کسانی که پشت سرتون ایستادن. تا کسی پشت سرتون قرار گرفت دیگه از نظر شما از اعتبار ساقط، با اون که دیگه مسابقه نمیخواید بدید. اما همیشه جلوتون کسانی هستن که میبینید دارن خیلی چابکتر از شما، چالاکتر از شما، چست و زرنگتر از شما دارن میدون و شما باید نفس نفس زنان باید به هر کدوم از اونا که میرسید باز دوباره میبینید کسان دیگه ای. و جالب اینه که شما وقتی تو حین مسابقه جلوتون رو نگاه میکنید 50 تا میبینید، ولی از اون 50 تا که گذشتید میبینید 500 تا بعد بودن که جلوتون این 50 تا نمیذاشن اونا رو ببینید. هر چه جلو میرید این وضع ادامه پیدا میکنه و ادامه پیدا میکنه و ادامه پیدا میکنه و به تعبیر نیچه یه بار جلوتون میبینید که گرداب مرگ دهن با کرده و میگه خب بیا دیگه. توجه میکنید؟ تا اونجا آدم وای نمیسته که توقف نداره. خب اینه که همه کسانی که خودشون مقایسه میکنن با دیگران و مسابقه میدن با دیگران عملا همیشه استراحت دارن، هیچ وقت نمیتونن آرامش داشته باشن. عنایت میکنید؟ چون شما ماشینی میخرید، من میرم رو دستتون بلند میشم، بعد فردا برادرم رو دست من بلند میشه، پس فردا با جناق برادرم رو دست برادرم بلند میشه و همینطور دیگه، همینطور ما داریم میریم جلو دیگه، آرامش نداره. اینه که عارفان همیشه تأکیدشون بر این بود که شما مطلقا خودتون رو با دیگران در حال مقایسه نبینید، در حال مسابقه ندانید تا بتونید آرامش داشته باشید. در واقع اون چیزی که عرفا از ما میخواستن و فرزانگان از ما میخواستن و بعضی از فیلسوفان این بود که همیشه خود کنونیتون رو با خودهای گذشته خودتون مقایسه کنید و با خودهای گذشته خودتون رو در حال مسابقه ببینید. توجه کنید؟ اونم نه در اون 7 زمینه‌ای که مطلوب‌های اجتماعی هست. ببینید آیا من نسبت به 10 سال گذشتم آرامشم بیشتره یا کمتره؟ شادیم بیشتره یا کمتره؟ تعادل روانی بیشتره یا کمتره؟ هماهنگیم با هستی بیشتره یا کمتره؟
خیانت میکنیم؟ یعنی در واقع خودم رو با خودهای سابقم، حالا ممکنه خودهای سابق شما خود الانتون باشه، با خود 24 ساعت قبل در همین لحظه، ممکنه با خود هفته قبلتون باشه، ممکنه با خود ماه قبلتون باشه و سال قبلتون و دهه قبلتون و دوره قبلی زندگیتون اساسا. میتونیم بگم من پیر با دوران میانسالیم خودم رو مقایسه میکنم، یا با دوران جوانیم خودم رو مقایسه میکنم، اونم نه به لحاظ این هفته میدان. این هفته میدان فقط تو هفته میدان تو مقایسه با دیگران معنا دارن. در مقایسه با خودم وقت باید ببینم کدومی که از اون مطلوب های روانشناختی رو بیشتر واجدن. اگه آشتیم با جهان بیشتر شدی باید خوشحال باشم. خب اونم البته گفتم که حالا دیگه ببینم وارد بحثش بشم، چون بحثم الان استراب. اونم گفتم که اگر این مسابقه ای که من با خودهای سابقم میدم منو به این نتیجه رسون که از خودهای سابقم عقب افتاده ام، وقت چه باید کرد؟ و اگر به این نتیجه رسیدم که از خودهای سابق خودم جلو افتاده ام چه باید کرد؟ اون دیگه بحث دیگری که چون جای دیگری مفصل گفتم بهش نمیپردازم، چون الان محل بحث من این استراب انگیزی این مقایسه و مسابقه ایست که من با دیگران میدم در این هفته مطلوب اجتماعی. البته معمولا ما هیچ کدام تو هر هفته با دیگران مقایسه نمی کنیم، خودمون مسابقه نمی دیم، ولی بد و بهاری کسی که بخواد تو همه چیز از همه جلو بزنه، یعنی بخواد ثروتش و قدرتش و شهرتش و علم اکادمیکش و همه چیز از دیگران جلوتر باشه. خب هرچه میدانهای مسابقه از یکی به طرف دوتا بره و از دوتا به طرف ستا بره، خب بعض به مراتب بدتر میشه، به خاطر نکته ای که بعدن خواهم گفت. یکی از این سیتا نکته ای که خواهم گفت که بعدن بهش میرسیم اینه. این در واقع بنابراین تعطیل کردن مقایسه نظری و مسابقه عملی این آدم رو یه آرامشی به آدم میده، چون استراب چیزی جز فقدان آرامش نیست. استراب در واقع یعنی رستلسنس، یعنی بیقراری. آدم بیقراره، آرامش نداره. خب اینم یک نکته. همه این نکات رو من فقط از بابت استراب انگیزی شدم میگم، بحثای دیگه یه هیچ کدوم از این نکات رو بهش نمیخوام بپردازم. اینم نکته دوم. و اما نکته سوم، نکته سوم یه ربطی به نکته دوم داره، فهمت میکنید؟ و یه ربطی هم به نکته اول داره، ولی خب دیگه ربطش رو فقط تذکر میدم، خودتون متوجه میشه. نکته سوم اینه که اگر من به خوشایند و بدایند دیگران بخوام اعتنا بکنم، باز آرامش خودم و از دست خودم گرفتم. آدمی که به خوشایند و بدایند دیگران توجه و میگه که این کاری که من میکنم نباید اخم بر پیشانی بنشونه، باید لبخندی بر لبی بنشونه، توجه میکنی؟ و همیشه دلنگران اینه که این رفتاری که من کردم آیا پدرم خوشش اومد، همسایم خوشش اومد، همکارم خوشش اومد، همسرم خوشش اومد، خوشش نیمد. در واقع روش درست اینه که باز فقط اشاره بهش میکنم، روش درست اینه که وقتی من با تو ارتباط دارم، چه ارتباط ارتباط خویشاوندی باشه، چه ارتباط ارتباط همکارانه باشه، چه ارتباط ارتباط دوستانه باشه، چه ارتباط ارتباط عاشقانه باشه و چه ارتباط ارتباطهای کژوال زندگی، یعنی ارتباطهای گهگاهی زندگی، که من توی قطاری با شما همسفر شدم، فقط یه شب تو قطار تو کوفه قطار با شما هستم، ما این پنجم ارتباط رو با دیگران داریم. روش درست فقط اینه که من در این ارتباطی که با شما دارم، هر خوشی که از ناحیه شما میتونم اخذ کنم برای خودم بکنم و هر خوبی که میتونم به شما برسونم برسونم. اما اینکه این رفتار من در ذهن شما چی ایجاد میکنه و بعد داوری مثبت راجع به من میکنید، داوری منفی میکنید، نمیدونم خوشتون میاد بدتون میاد، این در واقع ما در واقع یک خوشی از دیگران طلبکاریم و یک خوبی به دیگران بدهکاریم. من باید ببینم از معاشرت با شما آیا خوشی روانشناختی به من میتونه عائد بشه یا نه، اینو غنیمت بشمارم و از دست ندم، و از اون طرف آیا از ناحیه من خوبی اخلاقی میتونه به شما برسه یا نه.
اینم از شما دریغ نکنم. بنابراین طلبی که تو مناسبات ما در واقع سخن بوداست، طلبی که ما تو مناسباتمون از دیگران داریم اینه که اگر در این مناسبات خوشی از ناحیه او به من میتونه برسه، خوشی امر روانشناختی، من باید اینو اغتنام فرصت کنم و بگیرم این خوشی رو. و هر خوبی هم که از طرف من میتونه نسبت به طرف مقابل برسه، این خوبی رو من باید مضایقه نکنم. اما اینکه حالا دیگه دلنگران باشم که از این به بعد این خیشاوند من یا همکار من یا نمیدونم دوست من یا معشوق من یا هر چی، این آیا درباره من فکر مثبت میکنه، فکر منفی میکنه، آیا خوشش اومد از این کار من، خوشش نیومد از این کار من، این فقط برای من اضطراب ایجاد میکنه، فقط من همیشه دغدغه من میکنه، چون همیشه میخوام نقد بزنم به درون تو، نقدی که اصلا امکان نداره من بتونم بزنم. هیچ وقت نمیتونم یقین داشته باشم که تو نسبت به من داوری مثبت در درونت داری یا داوری منفی داری. همیشه میخوام نقد به جایی بزنم که نقد پذیر نیست و همیشه من در واقع دغدغه من میکنه. علت میکنید مخصوصا اگر توجه به این بکنم که هیچ کاری نیست تو آدم الا این که من انجام که میدم، همه آدمیان رو به دو اردوگاه تقسیم میکنه، اردوگاه راضیان از این کار و اردوگاه ناراضیان از این کار. کاری وجود نداره تو عالم، احد نتونسته یه کاری اختراع بکنه یا یه کاری کشف بکنه که اگر اون کار رو من انجام بدم همه عالم و آدم از من راضی باشه. هر کاری که من انجام بدم، از خردترین کارها تا کلانترین کارها، ریزترین تا درشترین کارها، بی اهمیتترین تا مهمترین کارها، هر کار بکنم، با همون کارم تمام جهانیان رو به دو دسته تقسیم کردم. یه دسته شون میرن تو اردوگاه راضیان از این کار، یه دسته شون میرن تو اردوگاه ناراضیان از این کار. اگر کاری وجود داشت که من میتونستم وقتی انجام میدم همه شما رو از خودم راضی بکنم، وقت لااقل میگفتم که خب پس من در واقع تونستم دل همه رو به دست بیارم، ولی چون هر کاری که بکنم یه تعدادی رو راضی میکنم یه تعدادی ناراضی، این که میگفتم راضی همه جهانیان رو به معنی دقیق کلمه همینطوره، ولی خب معمولا جهانیانی که از کار من مطلع میشن برای من مهمن. خب من همه اینا را تبدیل کردم به دو دسته، نمیتونم کاری بکنم که جناح ناراضیان هیچ کس توش نباشه و همه بیان تو جناح راضیان. خب وقتی اینطوره که من چه کاری موافق عقل و وجدان اخلاقیم بکنم چه کاری مخالف عقل و وجدان اخلاقیم بکنم، در هر دو حال یه دسته رو ناراضی میکنم از خودم و یه دسته رو راضی میکنم. خب پس لااقل عقلی بکنم، کاری بکنم که موافق عقل و وجدان اخلاقی خودمه، چون کارهایی که موافق عقل و وجدان اخلاقی خودم اگه بکنم ناراضی میتراشم، کاری هم که خلاف عقل و وجدان اخلاقی خودم اگه بکنم بازم ناراضی میتراشم. خب حالا که در هر حال من چاره جز این که ناراضی تراش باشم نیستم ندارم و بالمعال من حتما ناراضیانی میتراشم برای خودم حتی توی جمع کوچیکی مثل جمع شما، خب طبعا پس کاری بکنم که با عقل و وجدان اخلاقی خودم سازگار باشه و دیگه دغدغه نداشته باشم که کی خوشش اومد کی خوشش نیومد. اگر کاری کردم که با عقل و وجدان اخلاقی خودم سازگاره، توجه میکنید، اون وقت دیگه اگه خوشتون نیومد مشکل شماست، مشکل من نیست. خوشتونم اومد بازم اون سود خوشیش به شما میرسه، به من نمیرسه. من دغدغه من دیگه نباید باشم. حالا بگذاریم از این که حتی اگر کاری وجود داشت که میشد اون کار رو کرد و همه رو از خود راضی کرد، بازم به صرف این که همه از من راضی میشدن اون کار قابل توصیه نبود، چون اصلا بنا نیست که من تو زندگی شما رو از خودم راضی کنم، بناست من با عقل و وجدان اخلاقی خودم بتونم کنار بیام. توجه میکنی؟ من بنا نیست که با دیگران آشتی کنم به قیمت قهر کردن با خودم، ولی اون میتونستم با همه 7 میلیارد انسان روی زمینم آشتی بکنم، اگر به قیمت قهر کردن با خودم بود بازم اون کار قابل توصیه نبود. توجه میکنید؟ و قهر کردن با خودم یعنی حکم عقل و وجدان اخلاقی خودم اینه که کار ایکس رو بکن
اما به خاطر اینکه شماها رو از خودم ناراضی نکنم، کار ایگرگ رو انجام میدم یا کار ایکس رو انجام نمیدم. اینم قابل توصیه نبود، چه برسه به اینکه اصلا هیچ کاری نیست، چه موافق با عقل و وجدان اخلاقیم و چه مخالف با عقل و وجدان اخلاقیم، کاری نیست الا اینکه کسان رو از من ناراضی خواهد کرد. حالا که ناراضی تراشی سرنوشت ماست و گریزی ازش نداریم و گزیری ازش نداریم که بالاخره کسانی از ما ناراضی خواهند بود، خب پس کاری بکنیم که عقل و وجدان اخلاقی خودمون میگه. بنابراین به خوشایند و بدایند دیگران توجه نکردن، این در واقع یکی از مراکز اضطراب در درون ما در واقع خاموش میکنه، تعطیل میکنه، چون من همیشه اون وقت باید در دغدغه داشته باشم که اینا چی تو ذهنشون میگذره. اون وقت دیدید که خام ترهامون بیشتر فکر این میکنیم که دیگران چی دربارمون میگن، اونا که خام تری. اینه که وقتی از یه مهمونی میریم از فردا و پس فرداش هی تلفن میکنیم به رفقامون که فلانی بعد از اینکه من رفتم از مجلس بیرون درباره من چی میگفت. توجه میکنیم؟ چی میگفت درباره من؟ حرف بدی نزد راجع به من؟ توجه میکنیم؟ همش دقیق. اونایی که خام تریم، اونایی که پخته تریم، عذابمون علیم تره. به خاطر اینکه میدونیم خیلی وقتا کسانی در ظاهرم چیزی در باورمون نمیگن یا چیز مثبت میگن، ولی تو درونشون از ما ناراضی هستند. وقت چون پخته تریم میخوایم ناخنک بزنیم و سرک بکشیم تو درونشون. خب تو درونم که سرک کشیدن تقریبا در وسع ما نیست، نمیتونیم به درون هیچ کسی راه پیدا بکنیم، توجه بکنید، و بنابراین همیشه در استرابیم که آیا همیشه تو اینیم که آیا تو ذهن و زمین دیگران چی میگذره. از نظر آدمایی که کمتر خامن به چاپلوسی هایی که دیگران میکنن کاری ندارن، چون میدونن که خیلی جلو آدم چاپلوسی میکنن، پشت سر هم هزار فحش و عرض میکنن بد و رد در حق آدم میگن، اما به این کار دارن که خب حالا این چاپلوسی به کنار، آیا تو ذهنش چی میگذره. و این یعنی آغاز یه استرابی که این استراب هیچ وقت خاموش شدنی نیست، چون هیچ وقت من نمیتونم دریچه ذهن شما رو بکنم، توش نگاه کنم و خیالم راحت بشه و درش ببندم. توجه میکنید؟ همیشه انتظار دارم که باز دوباره در درون شما یه چیز منفی نسبت به من پدید بیاد. خب این رو که وقتی میگیم به خوشایند و بدایند دیگران کار نداشته باشیم، خب پس به چی کار داشته باشیم؟ این اون چیزیه که اگزیستانسیالیست‌ها میگفتن زندگی اصیل، یعنی فقط به عقل و وجدان اخلاقی خودت کار داشته باش. همین زندگی اصیل یعنی زندگی مطابق فهم و تشخیص خودت، و مطابق فهم و تشخیص خودت یعنی در امور نظری مطابق عقل و در امور عملی هم مطابق با وجدان اخلاق. من باید مشی نظریم موافقت با عقل خودم باشه و مشی عملی من مطابقت با وجدان اخلاقی خود. البته همونطور که در جاهای دیگه گفتم، این اصلا به این معنا نیست که من از علم شما استفاده نکنم، توجه میکنید؟ از تجربه شما استفاده نکنم، از تفکر شما استفاده نکنم، از فهم شما استفاده نکنم، اما به این معنا هست که وقتی به شماها رجوع میکنم و انتا نظر مختلف میدید در باب یک مسئله واحد یا در باب یک مشکل واحد یا در باب یک موضوع واحد، وقت در میان این انتا نظر باز برگردم ببینم کدوم نظر فهم و وجدان اخلاقی خودم رو قانع میکنه. ببینید اینو توجه بکنید، هرگز کسی بی نیاز نیست از هم نوعان خودش، این شکی نداره. ما همیشه نیاز داریم به علم دیگران، تجربه دیگران، فهم دیگران و تفکر دیگران. به این چهار تا توانایی ذهنی دیگران ما همیشه نیاز داریم. اما بحث بر سر اینه که در اکثر مواقع وقتی به دیگران در یک موضوعی رجوع میکنم، در یک مسئلهی رجوع میکنم، در یک مشکلی رجوع میکنم، میبینم بین اونها هم اجماعی وجود نداره، بین اونها هم یک در واقع توافق عامی وجود نداره، و بنابراین باز دوباره منم و نظرات مختلف. وقت اینجاست که بعد از اینکه همه نظریات رو تا اونجایی که در وسعم هست جمع میکنم، و حالا در میان این نظرات اونی که انتخاب میکنم باز اونی باشه که باید عقل و وجدان اخلاقی خودم رو
بیشتر قانع کنه. و ببینم در میان این انتا نظر کدوم عقل و وجدان و اخلاقی خودم رو راضی تر میکنه و بنابراین بالمعال عقل و وجدان و اخلاقی تصمیم گیر نهایی باشه. این بهش میگیم زندگی آثنتیک. اگزیستانسیالیست ها میگفتن اخلاق اصلا یعنی زندگی آثنتیک داشتن، یعنی میگفتن اخلاق فقط یکی از اصول زندگی اصیل نیست، اصلا اخلاقی زیستن یعنی زندگی اصیل داشتن. ولی اگر حتی تا این حد ما جلو نریم که خود من تا حد معتقد نیستم، ولی معتقد هستم که زندگی اصیل داشتن یعنی زندگی مطابق با فهم و تشخیص خود داشتن، این یکی از بزرگترین احکام و قواعد، به تعبیر دقیق‌تر یکی از بزرگترین قواعد زندگی اخلاقی اینه که من مطابق با فهم و تشخیص خودم زندگی بکنم. قناعت می‌کنی؟ و دیگه کار نداشته باشم که دیگران خوششون میاد بدشون میاد هر کار میخوان بکنن، دیگه دیگران هر چی میخوان درباره من بگن بگن. البته باز در اینجا توجه میکنید دو دسته آدمند که به خوش و عند و بد آیند دیگران کار ندارن. یه دسته هم هیتلر ها، موسولینی ها هستن، نمیدونم استالین ها هستن، اینا هم به خوش و عند و بد آیند دیگران کار ندارن. ولی بحث بر سر اینه که اون اول من میگفتم که من باید در ارتباط با شما خوشی از شما طلب کارم و خوبی به شما بده کارم، اینو باید بپردازم و ادا کنم، بعد دیگه کاری به خوش و بدن شما نداشته باشم. هر چه در باب من داوری بکنید، شما دقت میکنید که اگه تواضع بکنید میگن عجب آدم پاچه خاریه. واجه میکنید شما همه تواضع میخواید بکنید، داری میخواید وزیف اخلاقیت رو انجام میگردن، میگن حتما یه طمعی داره ها، این حتما به پول تو نظر داره، حواست باشه، این حواست جمع کن چون داری تواضع میکنی. خب حالا اگه از اون طرف هم بخوای تواضع هم نکنی، یعنی دماغ از فیل افتاده، انتر هرچی زشتر اداش بیشتر. ببینید شما نمیتونید از دست مردم بگریزید، از دست داوری های مثبت و منفی مردم. تو باید ببینی عقل و وجدان اخلاقی اگر خود به تواضع میکنه با تواضع کنی دیگه، دیگران چه برداشتی دارن، هر برداشتی میخوان داشته باشن، اون مشکل اونهاست. اما در این حال من بعد از این که دارم خوبی رو که میتوانم به تو بکنم میکنم و خوشی که میتونم از ناحیه تو دریافت بکنم میکنم، بعدش دیگه به ارزش داوری های شما بره کاری ندارم. انات میکنی؟ خب ما اینم باز بهش توجه نداریم و از نظر همیشه در قید و بند دیگران میمونیم، نوکر دیگرانه. نوکر دیگران فقط کسی نیست که بهش امر و نهی بکنن بگه چشم قربان. نوکر دیگران کسی هست که تمام زندگیشو جوری داره تنظیم میکنه که دیگران خوششون بیاد طرز زندگیش و بعدشون نه از طرز زندگیش. اینم نوکر دیگرانه، داره در واقع آن چرا دیگران میخوان بکنه میکنه. اینم نکته در واقع سومی بود. نکته چهارم که ادامه همین نکته سومه، اون چیزیست که در روانشناسی انسانگرا و در روانشناسی فراشخصی محل بحثه و اونه که حالا که من بناست به خوشایند دیگران و بدن دیگران کار نداشته باشم برای اینکه استراب پیدا نکنم، یکی از بزرگترین نتایج این در واقع به خوشحال برای دیگران توجه نکردن اینه که من باید در پی رسالت خودم تو زندگی باشم و هر که در پی رسالت خودش هست، این به جهت این که رسالت خودش رو داره دنبال میکنه، استراب رو از خودش داره دور میکنه. خب این البته این حرف هست که هر کدام از ما گویا تو پازل هستی یه خونه اختصاصی خودمون داریم، باید بگردیم اون خونه اختصاصی خودمون رو پیدا کنیم و بریم. هر کدوم از ما انگار یک قطعه از یک پازلیم، از یک جورچینیم که اون قطعه باید بره خونه خودش رو پیدا کنه و تو اون خونه خودش قرار بگیره. اگر آدم تو خونه خودش قرار نگیره و بخواد بره توی یه خونه دیگری قرار بگیره، اون وقت در واقع دائما باید چسب و قیچی دست خودش باشه. اون جاهایی که انحنا دارید وجودتون باید گوشه دارش کنید، اون جاهایی که گوشه داره باید انحنا بش بدید، یه تیکه رو باید ببرید، یه تیکه رو باید بچسبونید تا وقتی توی خونه دیگه جا بگیرید. حالا تو کنید و این خب استراب داریم.
آخرش هم هر چقدر شما چسب و بسته بکنید، آخرش این قطعه جا نمیفته تو اون خونه ای که خونه خودش نیست. ما باید بگردیم به جایی که خودمون رو چسب و بسته کنیم و اینجامون رو قیچی کنیم و اونجامون رو قیچی کنیم و یه چیزی به خودمون اضافه کنیم و یه چیزی از خودمون بتراشیم و کم بکنیم، باید بگردیم خونه خودمون رو پیدا کنیم. اون چیزی که بهش میگن کالینگ. حالت میکنیم. معمولا در الهیات و در فلسفه های باستان معمولا بهش میگفتن میژن هر کسی، رسالت هر کسی. میگفتن هر کسی یه رسالت تو زندگی داره که اگه بفهمه اون رسالت چیه، اون وقت میبینه که چقدر آرامش داره در حین اینکه زندگیشو داره همراه با اون رسالت میگذرونه. امروز معمولا بهش میگن کالینگ. توجه میکنیم؟ کالینگ یعنی در واقع یک نوع ندای درونی که اون ندای درونیه که تعیین میکنه که من باید چه روشی در پیش بگیرم در زندگی، هم در انتخاب رشته تحصیلیم، هم در انتخاب شغل و حرفم، هم حتی در انتخاب رایگان بخشی هام. همه آدمایی که میخوان رایگان بخشی بکنن هم موظف نیستن یه جور رایگان بخشی بکنن. توجه میکنی؟ ممکنه همه ما بخوایم تو چریتی دخالت داشته باشیم، اما شما سنخ روانیتون جوریه که باید تو چریتی فلان کار رو بکنید، یه کسی سنخ روانیش اینه که تو چریتی باید با کار دیگه رو بکنه. حتی کارهای خیریه و رایگان بخشی هم که ما میخوایم بکنیم اونم باید همراه باشه با در واقع رسالتمون. خود دوستان بهتر از من میدونن که نیچه تو فیلسوفان بزرگترین فیلسوفی بود که بر این که بیابیم رسالت خودمون رو تأکید میکرد. نت میکنید؟ دو تا از اون آزمایش های خیالی، آزمایش های فکری یا ذهنی که برای این که بیابیم رسالت خودمون رو پیشنهاد شده در طول تاریخ، دو تا شمال نیچه است. چون نیچه خودش به این مفهوم خیلی بها میداد که هر کسی باید جای خودش رو تو پازل هستی پیدا کنه و بره اونجا قرار بگیره، اونجا آرام میگیره. تا قرار آرام نداشته باشیم، هر چقدر خودمون رو چسب و قیچی بکنیم، تا این کارو نکنیم نمیتونیم آرامش داشته باشیم. توجه میکنید؟ خب حالا قدمای ما در واقع، یعنی متفکران قدیم، وقتی میگفتیم که خب حالا ما از کجا بفهمیم که ما رسالتمون چیه، مأموریتمون چیه؟ مأموریت منظور نیست که خدای مأموریت به شما داده است، نه، یعنی کجا اگه قرار بگیرید آرامش دارید. اونا معمولا فقط میگفتن که به درونت رجوع کن و ببین مهر چه کاری در دلت افتاده است. به تعبیر مولانا، مهر هر کسی را بهر کاری ساختند، مهر آن را در دلش انداختند. میگفتن که هر کسی رو برای یه کاری ساختن تو آدم، باید ببینه مهر چه کاری تو دلش افتاده است، بره دنبال اون کار. انات میکنی؟ امروز تو روانشناسی نهضت سوم و روانشناسی نهضت چهارم به این مفهوم مهر اکتفا نمی کنن. فقط یک سلسله آزمایش های ذهنی، آزمایش های خیالی، آزمایش های فکری، thought experiment به تعبیر، تدوین کردن که میگن این آزمایش ها رو خودتون در باب خودتون انجام بدید تا بفهمید که شما بناست چه کاری در پیش بگیرید در زندگی، کریرتون، اون پیشتون، پیشه برای دقیقه کلمه، یعنی اونی که در پیش میگیرید، نه این شغل و حرفه. هم شغل و حرفه رو شامل میشه، هم تحصیلات رو شامل میشه، هم کارهای خیریه رو شامل میشه. اون چی باید باشه؟ وقتی اونو دارید آرامش دارید. وقتی همراه با رسالتتون قدم میزنید، یعنی کاملا دست در آغوش رسالتتون دارید جلو میرید، اون میژن خودتون، اون کالینگ خودتون، آرامش دارید. اما وقتی که دستتون توی کاره، دلتون توی کار دیگه هست. مثل اکثر ما، من فکر میکنم مثلا فرض کنید، حالا من از ایران خودمون بگم، من فکر میکنم 99% ما مردم ایران اگه برید راننده تاکسیه، اما دلش میخواست تعمیرکار اتومبیل باشه. تعمیرکار اتومبیل دلش میخواست معلم باشه. معلم دلش میخواست مهندس باشه. مهندس دلش میخواست پزشک باشه. پزشک دلش میخواست روانشناس باشه. یعنی دستشون توی یه کاره، دلشون توی یه کار دیگه است. خب این در واقع یعنی تو ناخوشی دیگه. تو خوش نیست تو زندگی. به خاطر اینکه دست توی یه کاری نیست که دلت هم تو همون کار باشه. چرا دست توی کار نیست و دلت
دست توی کار و دلت توی کار دیگه است، به خاطر اینکه جاذبه های اجتماعی نگذاشتن بری به دنبال اون کاری که دلت ازت میخواد. جاذبه های اجتماعی به تو گفتن اگه بری دنبال این کاری که دلت میخواد اون وقت درآمدت کمه، با حواست باشه این کار درآمد نداره، این کار آتیه شغلی نداره. توجه میکنیم همه همون میفهمید چی میخواییم بگید. عرض کنم که چون همه همون کمون بشه همینجور به ما گفتن که نه، شما نباید به دنبال، به گفته یونگی ها، به دنبال رویای خودتون برید. نه، رویای خودتون برید که گدا میشی، فقیر میشی، باید بری کارتون خوابی کنی. نه، رویای خودتو فراموش بکن، توجه میکنی، کاری به رویات نداشته باش، تو برو به دنبال کاری که آتیه شغلی داره، درآمد داره، حیثیت اجتماعی داره، پرستیژ برات میاره. و خب به خاطر این جاذبه های اجتماعی هفتگانه است که آدم ها به رویای خودشون پشت میکنن و خبر ندارن که وقتی به رویای خودشون پشت میکنن فقط یک مرکز اضطراب بر خودشون درست میکنن. اگر من به رویای خودم پشت بکنم و به فرض برسم به اون ثروتی که به خاطرش به رویای خودم پشت کرده بودم، برسم به اون شهرت، برسم به اون محبوبیت، برسم به اون وجاهت اجتماعی و به هر چیز دیگری برسم، ولی در درون خودم چه هستم؟ استراب دارم. میدونی چرا؟ به دلیل اینکه به زبان حال دارم به ثروت عظیم خودم میگم تو خوبی ولی بر من گرون تموم شدی. این مهمه. شما به ثروت خودتون حالا ثروتمندم شده ای، خیلی هم ثروت بالایی، ولی به رویای خودتون پشت کرده بودید. انگار به زبان حال خودتون میگید که تو خوبی ای ثروت، اما برای من گرون تموم شدی. و چیزی که برای شما گرون تموم بشه شما کام نمیبینید ازش. این تجربه بکنید تو زندگیتون. ببینید فرض کنید شما یه خونه میرید میخرید، رفته اید تو تمام خونه هایی که دیدید، این خونه روی هم رفته، بر همه خونه ها ترجیح دادید، پسندیدید، میرید میخرید و شروع میکنید تو خونه تو زندگی کردن، خیلی هم خوشحالید، میبینید دقیقا همون خونه بود که میخواستید. حالا یک رفیقی که خیلی تو امر خونه صاحب نظره میاد به تو میگه که تو این خونه 200 میلیون کلا سرت گذاشتن. ببینید این خونه با خونه قبلیش فرق نمی کنه، این همون خونه است. از این لحظه به بعد اون لذتی که میبرد دیگه نمیبرید، چون گرون براتون تموم شد. لذت میکنید؟ قبلا همین خونه بود خیلی هم لذت ازش میبردید، الان چون فهمیدید گرون براتون تموم شده دیگه لذت نمیبرید. هر چیزی که تو زندگی آدم برای تو ارزیابی های شخصی خودش، تو اون اسسمنتی که شخصا داره، هر چیزی رو که احساس کرد که برایش گرون تموم شده دیگه از دهن آدم میفته، دیگه آدم اون خوشگواری رو نسبت بهش نداره. توجه کن چه عرض میکنم. من یه وقتی به رفقا میگفتم، میگفتم آقا این الگوهای رابطه عاشقانه تو از ادبیات قدیم ما نگیرید، تو ادبیات قدیم ما دختر تا میتونست ناز میکرد و هرچه و یار گفت که میان عاشق و معشوق فرق بسیار است، چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. گفتم اینو الگو نگیرید، به خاطر اینکه بله عاشق ناز تو رو میکشه و ناز تو رو میخره، اما تا یه حدی ها. اگه دید زیاد داری برش گرون تموم میشیم که اوه بابا تو هم دیگه چه فکر کردی، ول میکنه میره. فکر نکنید که شما هر چقدر فتیله ناز رو بالا بکشید اونم فتیله نیاز رو میکشه بالا. نه دیگه، تا یه حدی همینجوره، اما از یه حدی بالاتر دیگه براش گرون تموم میشی تو، و اگه براش گرون تموم شدی از چشمت میفته. حاجی میکنید اینه که خیلی مثل اون از سعدی یاد نگیرید که سعدی میگه اونجوری بکنید، از حافظ هم یاد نگیرید، نه، تا یه حدی خب ناز رو فتلش بکشید بالا، اما اگه از حد دیگه بالاتر کشید به نظر طرف میاد دیگه خیلی دارید گرون تموم میشید. میگه نه آقا دیگه مرگ تو رو به دستم بیارم تا آخر عمرم میگم این گرون بر من تموم شد و اون لذتی که میخوام ببرم رو نمیبرم. اینه که فکر میکنه میره دنبال کسی که ارزون تر تموم میشه. عرض کنم که همیشه تو زندگی همینجوری، آدم اگر به رویای خودش، یونگی ها معمولا تعبیر میکنن از اینکه به رؤیای خودتون پشت نکنید. میگن هر کسی یه رؤیایی داره، باید به رؤیای خودش پشت نکنه. این تعبیر رو کار میبرن.
روانشناسان انسانگرا و روانشناسان فراشخصی اینا بیشتر این تعبیر رو میکنن، تعبیر رؤیا رو به کار میبرن، میگن be true to yourself، با خودت، به خودت وفادار باش، به خودت خیانت نکن. ما معمولا به خاطر جاذبه های اجتماعی به خودمون خیانت میکنیم، توجه میکنیم، به خاطر اینکه میبینید که پدر و مادر شما اگه IQ‌تون خیلی باشه، پدر و مادرتون میگن بابا مامان باید بری یا مهندس بشی یا دکتر. اصلا کار نداره که تو رویات چیه، تو رو برای چی ساختن، برای چی ساخته شده ای، برای چی مناسبی، اصلا کار به این ندارن. اگه یه وقتی دیدن که نه دیگه هر چی همچی زور میزنن تو دیگه، میگن خب بابا علوم پایه هم بد نیست، ریاضی بخون، فیزیک بخون، شیمی بخون، بد نیست، به جای پزشکی برو پیرا پزشکی، علوم آزمایشگاهی هم بد نیست دیگه. اگه دیدن نه بابا انگار بچه شون تا اون حد هم نیست، اون وقت میگن خب دیگه اینگه چهاری برو علوم انسانی برو حقوق بخونم، ولی حقوق خب باش دیگه. اگه دیدن واقعا اینه دیگه تو هیچ جایی نمیشه درش آورد، اینگه برو فلسفه بخونی، فلسفه همیشه توجه میکنی. و اینقدر من خودم باور کنم در این سالها که همه 34 سال اینقدر باور کنم مردها، زنها، خانمها، آقایون ایمالن پیش من که خیلی هم موفقه تو شغل خودش، مثلا پزشک موفقیه، واقعا مهندس موفقیه، حقوقدان موفقیه، ولی میاد مثلا تو 40 سالگی 38 سالگی 45 سالگی 50 سالگی میاد میگه که آقا من زندگیمو باختم، چون من از اول میخواستم برم فلان، رفتم چون استعدادم بالا بوده، پدرم خودم گفتن نخه تو باید بری پزشک بشی، مهندس بشی، توجه میکنی؟ این آرامش نداره، این استراب داره، هر چقدرم عرض کنم که موفق باشه. بگذاریم از این که دیگه اون بحث من نمیخوام بکنم، که اگر آدم به دنبال رویای خودش بره، اون دیگه بحث مفصلی میخواد، به دنبال رویای خودش بره، چه به اون 7 موفقیت اجتماعی برسه چه نرسه، استرابش از بین، استرابش پدید نمیاد براش. و اگر به دنبال رویای خودش نره، چه اون 7 موفقیت اجتماعی هم براش بیاد چه نیاد، همچنان استراب رو خواهد داشت. این چون جای دیگه بحث کردم، میگه وقت شما رو باشه میگیرم. بنابراین این که آدم در پی اون میژن خودش بره، در پی اون کالینگ خودش بره، این هم یه مثال از هم زندگی اصیلی که میگفتم، یعنی زندگی بر اساس فهم و تشخیص خود و کاری نداشته باشه که دیگران. چرا ما این کار نمی‌کنیم؟ چون میگیم خب پرستیجش بده، پرستیج نداره، پرستیجش کمه، انات میکنیم. و خدمت رو عرض کنم که حالا دیگه بس بیشتر از این نمیخوام وقتش رو بگیرم. خب اینم یک نکته. نکته بعدی نکته پنجم در توجه کردن به اینه که زندگی چنان ساخته نشده که شما بتونید همه خواسته هاتون درش بهش برسید و بنابراین چاره ای جز گزینش ندارید. فلاسفه قدیم اینو به این صورت میگفتن، میگفتن عالم طبیعت عالم تزاحمه، یعنی باید اگه میخوای به یک چیز برسی باید از چند تا چیز بگذری. معمولا تعبیر فلسفیش این بود، میگفتن که دار تزاحمه. و این بحث بحثی بود که از ارسطو در واقع فلسفه یونان قدیم سرچشمه گرفته بود. بحث ارسطو این بود که در زندگی آدم هر چیزی رو بخواد بهش برسه باید یه هزینه بکنه و هزینه‌اش یعنی باید از چند تا چیز دیگه صرف نظر بکنه تا به یه چیز برسه. چیزها همه با هم قابل جمع نیست. عارفان معمولا به صورت دار تزاحم نمیگفتن، میگفتن زندگی بر اساس ریاضت مبتنی شده، sacrifice. و ریاضت یعنی این که اگه میخوای به یه جایی برسی باید از یه چند تا چیز دیگه صرف نظر بکنی، همه رو نمیتونی با هم به دست بیاری. الان بکنی خب ما بخشی از استراب هایی که داریم به خاطر یه گمان باطله و اون که فکر میکنیم که همه چیز رو میشه تو زندگی داشت، توجه میکنیم و میخوام خب اینو داریم اونم داشته باشیم، اونم داشته باشیم، اونم داشته باشیم و نمیدونیم که آدم ها
اگر به چیزی به عنوان هدف رسیدن، به خاطر اینکه چند تا چیز رو از هدف بودن خلق کردن. نمیشه شما این تا هدف رو در آن واحد بخواید داشته باشید و به همش هم برسید. بله، میتونید به یک هدف برسید، نتیجه رسیدن به اون هدف رسیدن به چند تا نتیجه فرعی هم باشه، اما چند تا چیز رو هدف نمیتونید بگیرید. به زبان ساده بگم، باید بین هدف و نتیجه فرق گذاشت. آدم ها در زندگیشون وقتی موفقن که تعداد اهداف خودشون رو هیچ کمتر 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 و کمتر میکنن. کرکگور که میگفت آدم موفق کسیست که فقط و فقط یک هدف تو زندگیش داشته باشه. هر هدفی که هست ها، نمیگفت چه هدفی، ولی میگفت فقط یک هدف داشته باشه. بقیه چیزها میتونن به عنوان نتایج رسیدن به اون هدف حاصل بیان، ولی اونا نتایج باید باشن، نمیتونن هدف هایی باشن در عرض اون هدف واحد یا در عرض اون دوتا هدف اصلیتون یا در عرض اون سه تا هدف اصلیتون. بالاخره تعداد اهداف رو باید هرچه کمتر و کمتر و کمتر کرد. اون وقت وقتی که به اون هدف یا اهداف معدودتون میرسید، البته به عنوان بای پرودکت، به عنوان یک سلسله نتایج فرعی، شما به چیزهای دیگه هم میرسید. مثال بزنم، ممکنه یک کسی فقط هدفش علم باشه، فقط علم، چیز دیگه نباشه. خب البته اگر هدفش فقط علم بود، ممکنه بعد که یک عالم تراز اول بشه، از طریق این عالم تراز اول شدنش به ثروتی هم دست پیدا کنه، امکان داره، حتی ممکنه حیثیت اجتماعی بالایی هم پیدا کنه. اما اونا بای پرودکت های هدفش بودن، اونا نتایج فرعی بودن که بهش رسیده. اما اگر از روز اول میخواست هم علم رو در نظر بگیره، هم حیثیت اجتماعی رو و هم شهرت را، اون وقت دیگه نمیتونست بهش برسه. آدم ها هرچه تعداد اهدافشون رو کمتر و کمتر و کمتر میکنن، ولو به اون یکی هم نرسونن که کرکگور میگفت، خب اینا موفق ترند. اون وقت البته وقتی به اون اهداف رسیدید، یه بای پرودکت هایی هم ممکن داشته باشه، اما بای پرودکت ها نمیتونن بیان خودشون هدف قرار بگیرن. به تعبیر دیگری، آدم خوبه تعداد اهدافش هرچه کمتر باشه، اگر به اون هدف یا اهداف معدود رسید، نتایجی هم مترتب میشه بر اون، اون نتایج رو در واقع میتونه داشته باشه به عنوان نتیجه. اما مسئله بر سر اینه که ما یه توهمی داریم با اون که همه چی میتونیم با هم داشته باشیم، و این همیشه ما رو از خودمون طلبکار میکنه که پس تو که میتونستی همه چی رو داشته باشی چرا نداری؟ غافل است که از اول هم نمیتونستیم همه چی رو داشته باشیم. بنابراین برای اینکه این اضطراب ما کمتر و کمتر و کمتر بشه، به نظر میاد راهش جز این نیست. ساعت چیه؟ راهش جز این نیست که ما تعداد اهدافمون رو کمتر و کمتر بکنیم. کرکگور یه کتابی داره به نام خلوص قلب یا دل صافی، ولی عنوان کتابش یه جمله است. حالا برای اختصار میگن خلوص قلب یا دل صافی. عنوان کتابش اینه: دل صافی یا خلوص قلب یعنی در همه زندگی فقط یک چیز را خواستن. این عنوان کتابش. تو اون کتاب میخواد اثبات بکنه که اصلا اضطراب وجودی سرنوشت همه کسانی است که تو زندگی بیش از یک چیز میخواد. اگه بیشتر از یک چیز بخواد دیگه اضطراب داری، دل صافی دیگه نداری، دیگه خلوص قلب نداری. اما اگرم نخواهیم اون سخن رو بپذیریم، این که اهداف عدیده داشته باشید، این چیز جز این که استراب در خودتون افزایش میدید، دلیل استراب افزایش دادن اینه ها که از خودتون انتظاری دارید که انتظار برآورده شدنی نیست. آدم نمیتونه به همه چیز برسه، چاره جز این نیست که دست به گزینش بزنه. حالا تو نظام ارزش گذاری خودتون ببینید چی رو باید فدا نکنید و بقیه چیزا رو فدای اون بکنید، یا دوتا چیزی که نباید فدا بکنید و بقیه چیزا رو باید فداشون بکنید چیه؟ اون دیگه کسی به شما نمیگه چی باید باشه، اونا هر کسی تو نظام ارزش گذاری خودش میتونه این کار رو بکنه. اینات بکنید. باز به زبان ساده‌تر و به زبان روانشناسانه‌تر بگم، ما رو چنان نساختن تو زندگی که بتونیم به هیچ چی اهمیت ندیم، اما چنان نساختن که بتونیم به همه چیز اهمیت ندیم. امکان نداره شما بتونی زندگی بکنید که تو اون زندگی براتون هیچ چیز مهم نباشه. اگه شما بر خودتون هیچ چیز مهم نباشه، یک ساعت هم نمیتونی زندگی رو ادامه بدی. این که ما میتونیم زندگیمون رو ادامه بدیم، بخاطر اینکه چیزی برامون مهمه. توجه می‌کنید؟
اما از اون طرف هم چنان نساختن ما رو که بتونیم همه چیز بر خود برای مهم باشه، نمیتونه. و بنابراین چاره جز این نیست که یکی دو تا چیز تو زندگی براتون مهم باشه، بقیه چیزا رو آسوده خاطر از ناحیهش باشید. وگرنه اگه بخواید برای همه چیز اهمیت قائل باشید، توجه میکنید. مثال در نظر بگیرید، فرض کنید من بخوام یه معلم خوب باشم و سر کلاس واقعا خوب رفتار بکنم. من اگر معلم خوبی بخوام باشم و بخوام از تمام وقت استفاده کنم سر کلاس و بحث خوب ارائه بکنم و وقت شما را ضایع نکنم و رفتارم هم با شما عادلانه و منصفانه باشه، اگه بخوام این کارو بکنم، خب یه چیز دیگه نمیتونم بهش توجه بکنم. اگر دائما دیدید مثل بعضی معلمان مترقبم این که یه فوت بکنم به آستینم، این معلوم میشه که دغدغه معلمین در قوی نیست. آدم نمیتونه همه کار رو با هم جمع بکنه. شما تو زندگیتون خودتون دیدید که همیشه به چیزی میرسید که به خاطرش چند تا چیز دیگه بهش بی‌توجهی میکنید، نمیتونید به همه چیز در عین حال توجه بکنید. خب حالا این که من بفهمم که دار تضامنه و این که بفهمم زندگی بر اساس سکریفایس، بر اساس قربانی کردن تنظیم شده تا یه چیزایی رو قربانی نکنم به چیزی نمیرسم، این فقط یک معنا بیشتر نداره. یعنی از خودم توقع زائد نباید داشته باشم. من نمیتونم به همه چیز برسم و بنابراین باید بدونم که به چیا میتونم برسم، اونو نگه دارم و از چیزای دیگه صرف نظر بکنم. خب این مقدار من خدمت رو گفتم، تا امیدوارم در جلسات آینده توضیح کمتر بدم که بتونم همشو بگم. امیدوارم این 30 فقره به درد دوستان بخوره. و صدا یادم نمیاد خانم، ولی دو سه بار بحث کردم که چقدر خوبه وقتی آدم خودش فقط با خودش مسابقه میده، به هر نتیجه تو مسابقه و مقایسه برسه به نفع بشه، به هر نتیجه برسه. ولی یادم نیست کجا گفتم، ولی بیش از یک بار گفتم. بعد یه جای دیگه هم حالا شروع نکردیم، ولی اون قسمت که گفتیم که یه سری آزمایشاتی برای یافتن رسالت شخصی توی زندگی، اون رو بله اینا 16 تا آزمایشه. من چند بار طرح کردم اما فکر میکنم هیچ وقت هیچ هر 16 تاشو یه جا نگفته باشم. فکر کنم یه بار مثل که 11 تا سی میخوانم، درسته؟ یک بار 11 تاشو گفتم توی جلسه ای، یه بار 8 تا گفتم، ولی بعض از اونایی که تو اون 11 تا نگفتم توی 8 تا گفتم. یاد ندارم جایی 8-16 تا رو یه جا گفته باشم، ولی اگه کسی جمع بکنه اونا رو 8-16 تا رو جا به جا گفتم. یک آزمایش معروفش مال یونگ، دو تاش مال نیچه است، یکیش مال سقراطه.
انسان آزمایش انسان نامرئی شمال سقراط، فیلسوفان و روانشناسان تا اونجایی که من شمارش کردم، حالا اونجایی کسان 16 تا آزمایش کردن، آزمایش ذهنی ها. تو همین آزمایش های ذهنی از شما میخوام که خودتون با صداقت و جدیت سوژه اون آزمایش قرار بدید، ببینید به چه نتیجه میرسید. مثلا نتیجه مثلا نیچه میگفت که نیچه دو تا چیز داره، دو تا از آزمایش ها نیچه بسید این که میگفت که خودتون سوژه این آزمایش قرار بدید که از دور از جون شما 120 سال دیگه اسرائیل ملکه مرگ اومده و میگه که تو رو میخوام قبضه رو بکنم، ولی فرصت بهت میدم که سنگ روی قبر خودت رو خودت محتواشو بنویسی و بعد به این صورت بنویس که در اینجا کسی آرمیده است که میخواست ایکس باشد اما ایگرک شد، میخواست ای باشد اما بی شد. به همین ترتیب توی ستون میخواست فلان باشد ها رو بنویس، تو ستون روبرو هم اما بهمان شد را. یعنی توی یکی رویاهای خود رو بنویس، توی یکی آنچه که مثلا میخواست آینشتاین بشه معلم ریاضی دبیرستان مثلا فلان شهر این شد دیگه اینجوری میگفت توی ستون اینه بنویسید و توی ستون و بعد گفتی ستون دوم را زر در روش بکشید و از فردا مطلقا به ستون دوم توجه نکنید. طبق به ستون چندم عمل کنید؟ به ستون اول. وقت ببینید چی می نویسید اینجا، می خواسته ای چی بشید و چی شده ای. این یکی از دوتا آزمایش نیچه هست تو این 16 تا آزمایش. یک آزمایش دیگه همین نیچه هم اینه، وقتی مثلا یک فیلم سینمایی درست میکنن اون هنرمندان هنرپیشه که خیلی قویه و سخنشون برد داره به کارگران تهیه کننده میگن تو اون صحنه هایی که من بودم اون صحنه ها رو من نشون بدید، اون صحنه های تو فیلم که من توش بازی میکردم. خب مثلا از مثلا فرق فیلم یک ساعت فیلم ممکنه مثلا 25 دقیقه 30 دقیقه اون تو صحنه ها بوده این هنرپیشه، بعد اینا رو میبینه، این صحنه ها رو میبینه خودش. مثلا ببینه اینجا اگه من نقشه معتاد رو بازی کردم یه ذره این حرکتم سریع تر از حرکتی بود که از یک معتاد انتظار میره، یا مثلا اینجا من یک کمی آهسته سرامو برگردم بعد یک کمی تندتر سرامو برمیگردم. برهم اونایی که خیلی برد داره که اصلا از تهیه کننده و کارگردان میخوان که این صحنه ها رو من خواهم از نو بازی کنم، ولی اونایی که اونقدر برد نداره کارشون ولی میفهمن که تو این صحنه اینجا رو خوب بازی نکردن، برای فیلم بعدیشون یاد میگیرن، خودشون از طرز بازی کردن خودشون یاد میگیرن. نیچه میگه فرض کنید که کل زندگی شما رو بیارن به شما نشون بده، آیا صحنه ای تو این زندگیتون هست که بگید اینو اگه هزار بار دیگه هم میخواستم بازی کنم عیناً همینجور بازی میکردم؟ عیب نداره، پرفکت پرفکتی به نظر خودم. میگو ببینید آیا صحنه های اینجور تو زندگی یادتون میاد که به نظرتون بیاد که این اگه هزار بار دیگه هم بعدم بازی کنم این صحنه رو دقیقاً همینجور بازی میکردم؟ اگه به نظرتون میاد ببینید چیا تو این صحنه شما رو جذبتون کرد. راجب میکنم حالا من که البته همیچه صحنه یادم نمیاد، شما بکنید نیم صحنه یادتون میاد یا نه. اونایی که اون تو اون صحنه شما رو جذبتون کرده اونا چیزایی هستن که رؤیا جزء رؤیا جزء مؤلفه های رؤیای زندگی شما. تو مورد سوم که گفتین انسان کاری بخواد نظر بقیه نداشته باشه، اون چیزی که وجدان خوش میگه،
آیا ما اخلاقا نباید اینو معید بکنیم به اینکه انسان تمام تلاشش رو برای شنیدن همه آرا کرده باشه و بعد به نظر خودش اهمیت بده؟ گرچه که اگر این کارم نکنه لحاظ رفع استراف اون اثر خودشو داره، ولی اخلاق اینجا نمیگه اون باید مقید بشه بهش. خب اون یه بحث اخلاقیه. من اگه شما خدمت عرض کنم که اول بحث گفتم که بحث اخلاقی پیشکشی نمیخوام پیش بکشم. چرا؟ از لحاظ اخلاقی اینکه شما میگید کاملا سر جاشه، ولی ما فعلا بحث اخلاقی نداریم، ما فقط بحث های مصلحت اندیشانه اینجا داریم میکنیم. اونایی که اصرار رو از بین میبره رو فقط بحثش میکنیم. میدونی چی میخوام بگم؟ چون آدمای کاری که پرودنشالن، این مصلحت اندیشانن، آدم میتونه با روش اخلاقی انجام بده، میتونه با روش غیر اخلاقی انجام بده. ما فعلا به اون پرودنشالیتش کار داریم. راجع به هم مورد سوم که ما توجه نکنیم به خوشایند یا برایند دیگران، این نهایتاً تا یه جایی تبدیل میشه به تنهایی، یعنی آدم رو تنها میکنه. وقتی که شما مثلا من توجه نکنم به نظر دیگران، اولا تنها میشه و تنهای خودش استراب آوره. این رو چه یعنی؟ آیا اون بهایی که ما میپردازیم یا نه راه حل دیگه داره؟ خیلی فرض کنم که من اتفاقا تنهایی نیچه بشه اشاره میکنم، میرسم ما اواخر چهارپنجم بهش میرسم. ببینید آقای عزیز، مسئله بر سر اینه که تنهایی، شما هر جور زندگی بکنید از تنهایی گریزی نداره. ما نباید فکر بکنیم که میشه از تنهایی گریخت. میدونید چرا؟ چون وقتی فکر میکنیم میشه از تنهایی گریخت، ما حاضریم هزینه شو بپردازیم و خیلی وقتا هزینه این از تنهایی گریختنی که عمل امنانم حاصل نمیاد، هزینهش اخلاق زیستن رو رها کردنه. به زبان ساده تر براتون میگم، اگه آدم بتونه بدون از تنهایی گریزی نیست، میگه خب دیگه روز به رنج های شناب ناپذیره و من باید یه جوری معنادار کنم برای خودم. اما اگه ندونه که از تنهایی گریزی نیست و فکر بکنه گریزی داره، از بس این گریزگاه خوبی به نظرش میاد، حاضر هزینه های زیادم بکنه برای این تنهایی رو. و گاهی وقتا این هزینهش میدونی چیه؟ اینه که دست از آرمان ها شدن برمیداره. من این اونجا چون بحث مفصل میکنم تو خواهم گفت. من یه چیزی میخوندم در مورد این مقایسه با بقیه، یه مقاله جدیدن اومده بود، تحقیقاتی کرده بودن. معمولا آدم ها خودشون رو با پیراشون مقایسه میکنن، مثلا امالان خودشون دقیقا، بعد هر چقدر میرم بالاتر هی تو همون ردیه. بعد اینو گفته بود که این یه روند تکاملی برای ما بوده برای بقا و اینا، و یه جورایی موتور محرک موفقیت هم هست. یعنی بیشتر انسان‌های موفق آدم هایی که خودشون رو برمیه مقایسته. بله کاملا درسته، ولی خب بحث بر سر همین موفقیته. من موفقیت و رضایت و من بعد بله بهش میپردازم که اصلا مشکل ما به خاطر موفقیته. موفقیت همون بحثیست که میگفتم که تو این هفته میدان میخوام از دیگران جلو بزنم. بله فکر میکنم اگه امید داشته باشم و همین مواضع بگم، فکر میکنم خیلی از سوالات فکر میکنم تا آخرش جواب داده بشه. من به اینم توجه داشتم و اینم یادداشت کردم که بگم. خب خیلی خوشبخت شدم خدمت دوستان، واقعا ممنونم. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا خدا نگهدار.